11:30 صبح واشنگتن هست، 7 عصر تهران. الناز کنی هستم، سرخط خبرها. ششمین ماه از جمعه های اعتراضی در زاهدان، مردم پس از خطبه های نماز جمعه راهپیمایی کردند و علیه حکومت شعار دادند. ادامه سختگیری ها درباره حجاب اجباری، 3 نفر در یزد به دلیل واکنش به تذکر حجاب بازداشت شدند. و اولین سفر رسمی جو بایدن در مقام رئیس جمهور به کانادا، واشنگتن و اتاوا در مورد رد پناهجویان از گذرگاه های مرزی به توافق رسیدند. ضمن شادباش های نوروزی، خوش آمدید به این بخش خبری. امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های نماز جمعه امروز عامل گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی کشور را ناکارآمدی سیاسی عنوان کرد. مولوی عبدالحمید فساد گسترده را دلیل اصلی از دست رفتن سرمایه ملی دانست. او به کشتار و شکنجه مردم اشاره کرد و خواسته ایرانیان معترض را بر حق دانست و گفت به تغییر سرنوشت ملی در سال آینده امیدوار است. او همچنین انتخابات در جمهوری اسلامی را انتصابات توصیف کرد و شورای نگهبان را مسئول ورود افراد نالایق به پست‌های کلیدی دانست. سال گذشته سال پرنشیب و فرازی بود در کشور ما، خصوصا 1401 نشیب‌ها و فرازهای زیادی داشت. در حال این اعتراضات شکل گرفتند و مردم ایران در بسیاری مسائل احساس مشکلات کردند و خود را در تنگنا دیدند، ناکام در زندگی در بسیاری مسائل. قانون هست که در قانون رس اجازه داده شده که اعتراض مسالمت آمیز میتونم مردم بکنم، حرفشون را بزنم، فریادشون را بکنم و مردم از همین قانون استفاده کردن. بسیاری بسان آمدن. البته این اعتراضات نباید اختشاشات بشه و تبدیل به اختشاش بشه و این مسالمت آمیز باشه و متاسفانه برخورد با این اعتراضات اونطور که نباید بشود با اعتراضات برخورد شد. شایسته این بود که حرف مردم هم میشنیدن مسئولان. امروز در نخستین جمعه سال، مردم زاهدان همانند جمعه های گذشته با سر دادن شعارهای اعتراضی به خیابان ها آمدند. برادر شهیدان، خون تو پس میگیرم. درخواست امامان جمعه شهرهای مختلف برای برخورد خودسرانه با بیحجابی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر استانه یزد از بازداشت 3 نفر به دلیل واکنش به تذکر حجاب به یک زن خبر داد. این موضوع زمانی اتفاق افتاد
که این سه نفر در حال بازدید از باغ دولت آباد یزد بودند و به تذکر حجاب عامران به معروف به یک زن واکنش نشان دادند و با آنها درگیر شدند. پس از این درگیری بلافاصله نیروی انتظامی این سه نفر را بازداشت کرد. همکارم شبنم آذر از لندن در ارتباط با ما همراه شده. شبنم، به نظر میاد که دور تازه آزار شهروندان سر بحث حجاب شروع شده. چه اطلاعات بیشتری داریم؟ بله، ببینید امروز اتفاقی که افتاد که در چند شهر، در واقع نه فقط در یزد، عامران به معروف، در واقع همون گشت ارشاد، دوباره راه افتاده و مردم رو بهشون تذکر داده. بحث حجاب یکی از بحث هاست، از موضوعات دیگه‌ای که مردم تذکر گرفتن، رقصیدن، شادی کردن، موسیقی پخش کردن و همطور هم درباره بحث روزه‌خواری. به هر حال همه این جوانب رو با هم در نظر گرفتن برای اینکه این روزهای اول سال نو که مردم در واقع بعد از 6 ماه بسیار مشقتباری که پشت سر گذاشتن، از نظر روحی، از نظر مالی، و خواستن که این روزها رو در واقع کمی به خودشون فضایی بدن که با آرامش برگردن، باز همینو از مردم دریغ کردن. خب ما باید اینو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی قرار نیست که کوتاه بیاد تو بحث حجاب. بارها اینو اعلام کرده و ما نافرمانی مدنی گسترده ای رو هم از سوی مردم شاهد هستیم. در واقع در بسیاری از شهرها، رستوران ها، کافه ها، در بازارها، در حتی ساده ترین ویدیوهایی که حالا داره تو فضای مجازی منتشر میشه، میبینیم که خانم ها یا بدون روسری، یعنی حتی روسری و شالی همراهشون نمیبرن، یا با شال افتاده که کاملا موهاشون مشخصه، یا با کلاه موهاشون رو پوشوندن. بخش زیادی از زنان جامعه و دختران جامعه الان به این شکل دارن مقاومت خودشون رو نشون میدن. یه نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که فشار بر زنان و بحث حجاب در دولت رئیسی نسبت تو به یکی دو دولت قبل تر از او به اوج خودش الان رسیده و در واقع همه اینها از شهریور شروع شد، از زمانی که مهسا امینی رو به قتل رسوندن و فکر کردن که مثل ماجرای اعدام‌ها که با اعدام‌های به شدت خشونت آمیز و بدون دلیل و بدون دادگاه‌های با روند قضایی میتونن که در واقع مردم رو به وحشت بندازن، با کشتن یک نفر هم میتونن زنان رو تو بحث حجاب در موقعیتی قرار بدن که عقب نشینی کنن. اما این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه منجر به جنبش زن زندگی آزادی شد و در دولت رئیسی شخصی در ستاد امر معروف و نهی از منکر منصوب شد به عنوان دبیر این ستاد به اسم صالح هاشمی گلپایگانی. این یک شخصی است که در واقع در بسیاری از این طرح‌های برخوردهای خشونت‌آمیز در زمینه حجاب نقش موثری داشته. همین امروز هم یک نامه زده به مناطق آزاد و گفته که باید بحث حجاب رو جدی بگیرن و در اونجا افرادی رو مستقر کنن که با مردم مبارزه کنن. این شخص شخصی است که در واقع چند سال پیش هم یک جلساتی گذاشته بود، کلاس‌های چند همسری، یک انسان به شدت ضد زنه و نقش خیلی مؤثری در طول این مدت در زمینه برخورد با موضوع حجاب داشته. و به اظهارات امام جمعه های امروز هم بپردازیم. چه گفتن امامان جمعه؟ ببینید در واقع ماجرا از اینجا شروع شد که امروز از صبح کاملا مشخص بود که یک دستوری صادر شده مبنی بر اینکه در تمام نمازهای جمعه درباره موضوع صحبت بشه. از علم الهدا در مشهد درباره اینکه دانشجویان میخوان که سلف مشترک باشه اظهار نظر کرد و اینا رو غیر اخلاقی نامید، اونا رو فاسد نامید، تا امامان جمعه در شهرهای دیگه. در گلستان بسیار، امام جمعه که در گلستان امروز سخنرانی کرد، بسیار تأکید کرد که در تمام فضاهای عمومی باید بحث حجاب رو در نظر گرفت و باید با زنان برخورد کرد و همینطور یکی یکی اماکن رو نام برده و گفته در تمام این موارد باید جلوی بی‌حجابی رو گرفت. امام جمعه دیگه هم اظهار نظرهای مشابهی داشتن. برای کاملا مشخص که یک برنامه ریزی شده است کاملا این موضوع، برای اینکه یک دور جدید فشار بر زنان رو آغاز بکنن. از قبل تر هم هشدار دادن، گفتن که هوا که کمی گرم‌تر شه دیگه نمیتونن به موضوع حجاب کنترل کنن، ولی ما میبینیم که همچنان با وجود این موضوع کاملا بحث نافرمانی در زمینه حجاب یک بحث جدی است و به بخشی از رفتار روزمره زنان ایرانی تبدیل شده و قطعا هم از طرف مردم هم عقب نشینی در این زمینه نخواهد بود. متشکرم از شبنم آذر، همکارم از لندن همراه ما. سردبیر خاورمیانه فاینانشال تایمز که به تازگی از ایران بازگشته میگوید اولین چیزی که در تهران به چشم میآید زنانی هستند که حجاب ندارند. اندرو انگلند اشاره کرده در گذشته حتی زنان سکولار قانون حجاب جمهوری اسلامی را رعایت میکردند، اما حالا کسی از آن پیروی نمیکند.
سردبیر فاینانشال تایمز این اقدام را شکلی از نافرمانی مدنی توصیف کرده است. نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، درباره اهمیت این گزارش گفت. نشان دهنده تشدید و تقویت شدن نافرمانی های مدنی زنان به طور خاص در این مورد هست، اما من به هیچ وجه اون رو نشانه از تغییر رویکرد حکومت نسبت به مسئله حجاب تلقی نمی کنم و گمان می کنم که این نبرد هر چقدر که در واقع شدت می گیره از سوی مردم با نافرمانی مدنیشون، از اون سمت هم حاکمیت جلو میاد و عقب نمیره و ما نشانه های بر این در واقع ادعای من رو توی در واقع 6 ماه گذشته همزمان با شروع انقلاب زن زندگی آزادی در ایران دیدیم. زنها روسری های خودشون رو آزاد آتش زدن، به خیابان بدون روسری اومدن. میخوام تاکید بکنم که پیش از این هم همواره زنان این کار رو میکردن، گروه های زیادی از زنان بودن که این مقاومت مدنی رو به همین شکل، یعنی برداشتن کامل حجاب، انجام میدادن، تو پیاده روی هایی بدون حجاب و اینها شرکت میکردن. بعد در این 6 ماه هم این اقدامات شدت گرفته و خب یک سری از فضاهای شهری و عمومی رو زنان سعی کردن بیش از گذشته تصرف بکنن. ما الان همونطور که این گزارش میگه و همونطور که به هر حال گزارش های دیگری که از داخل ایران میرسه نشون میده، شاهد این هستیم که زنان در فضاهایی مثل کافه ها، رستوران ها، خیابان ها، مرکز خرید، هر جایی که این فرصت وجود داشته باشه بدون حجاب ظاهر. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در حدی که واشنگتن انتظار داشته رفتار حکومت را تغییر نداده است. جنت یلن به کمیته مالی سنا گفته آمریکا به دنبال افزایش تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. در ادامه موج تازه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، آمریکا اول فروردین ماه تحریم‌های تازه علیه تهران وضع کرد. همزمان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی گفته به رغم تحریم‌های آمریکا، ایران به بالاترین سطح صادرات نفت خود در 2 سال گذشته دست یافته و از رکورد قبلی 1.3 میلیون بشکه در روز پیشی گرفته. احسان خاندوزی گفته صادرات غیر نفتی در 11 ماه گذشته 53 میلیارد دلار بوده که 12% افزایش داشته و واردات 60 میلیارد دلار بوده که نشان می‌دهد اقتصاد ایران را نمی‌توان منزوی کرد. رهبر حزب الله لبنان ابراز امیدواری کرده است که نزدیک شدن ایران و عربستان سعودی به یکدیگر بازتابی در صحنه سیاست لبنان و مشخصاً انتخاب رئیس جمهوری داشته باشد، اما به گفته حسن نصرالله سیاستمداران لبنانی نباید بیش از اندازه بر این توافق اتکا بکنند، چرا که لبنان از موضوعات مورد بحث میان تهران و ریاض نبوده است. يمكن القول ان امين عام حزب الله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در آخرین سخنرانی خود برخلاف انتظار توجه چندانی نسبت به توافق عربستان سعودی و ایران نکرد و خیلی سریع از آن گذشت. این امر باعث شد که رسانه‌های لبنانی به این مسئله پرداخته و گفتند عدم پرداختن نصرالله درباره این توافق نشان می‌دهد که ایران مهمترین همپیمانان خود را در جزئیات توافق با عربستان سعودی قرار نداده است. نصرالله در سخنرانی خود ترجیح داد به منتقدان لبنانی که میگویند او اطلاعی نسبت به توافق ریاض و تهران نداشته پاسخ ندهد. به ویژان که دبیر کل حزب الله کمی پیش از توافق میان دو کشور گفته بود توافق میان عربستان سعودی و ایران به زمان بیشتری نیاز دارد. اما تنها چند روز بعد این توافق مهم به شکل ناگهانی از سوی دو کشور اعلام شد. او گزارش‌های رسانه‌ای مبنی بر این که عربستان و ریاض جزئیات توافق درباره لبنان را جداگانه اعلام خواهند کرد تکذیب کرد و گفت که در گفتگوها میان عربستان سعودی و ایران هیچ نامی از لبنان به میان نیامده است. درباره اوضاع اقتصادی لبنان، حسن نصرالله خواستار روی آوردن به چین شد و گفت که این کشور آماده سرمایه‌گذاری در لبنان است. او تاکید کرد که نگرانی از همکاری لبنان با چین بیهوده است و به گفته وی چنین اقدامی تنها به شجاعت سیاسی نیاز دارد. به گفته فارس سعید نماینده سابق پارلمان لبنان، اوضاع لبنان نشان می‌دهد که هیچ نشانه مثبتی در این کشور نسبت به توافق عربستان سعودی و ایران وجود ندارد. سعید بر این باور است که دوره حزب الله و سرمایه‌گذاری در خشونت، جنگ و بی‌ثباتی به پایان رسیده و تاکید کرد هنوز زود است که از پیرامون پیامدهای توافق ریاض و تهران درباره لبنان سخنی گفته شود.
بیروت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نخستین سفر رسمی خود به کانادا وارد اوتاوا پایتخت شد. در این سفر بایدن و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا درباره مهاجرت غیرقانونی، امنیت، انرژی و جنگ روسیه در اوکراین صحبت کردند. آمریکا و کانادا توافق کردند پناهجویانی را که از گذرگاه مرزی غیررسمی عبور می‌کنند برگردانند. در این رابطه همراه میشیم با شاهین فلاح، وکیل فدرال و ایالتی از واشنگتن. خیلی خوش آمدید. آقای فلاح، از توافق آمریکا و کانادا چی میدونیم در مورد پناهجویان؟ چه مواردی رو شامل میشه؟ چرا این توافق صورت گرفته؟ این توافق یک سابقه قدیمی داره. از سال 2004 یک قراردادی بین ایران، بین کانادا و آمریکا وجود داشته که این مطابق این توافق قرار بوده که اگر از هر کشوری یک پناهجوی وارد کشور دیگر شد، اون رو اگر از مرز رسمی وارد شد اون رو برگردونن. به این مثال که فرض بفرمایید یک نفر وارد کانادا میشد و از مرز رسمی میخواست وارد امریکا بشه و در اینجا درخواست پناهندگی بکنه، این رو برمیگردوندن مطابق اون قراردادی که در سال 2004 داشتن، که در حقیقت گفته میشد که کشور سوم امن، قرارداد کشور سوم امن بهش گفته میشد. یک مشکلی که در این قرارداد وجود داشت این بودش که اگر از مرز غیر رسمی کسی وارد میشد، اون رو نمیتونستن برگردونن، به دلیل اینکه اون قرارداد فقط ورود پناهجویان از مرزهای رسمی از کشور حالا آمریکا یا کانادا و بالعکس به همدیگر رو شامل میشد. و این باعث شده بود که اخیراً با موج گسترده از مهاجرین که از مرز جنوبی مکزیک وارد امریکا می شدن و از امریکا سعی می کردن خودشون به مرزهای کانادا برسونن و از مرزهای غیر رسمی وارد کانادا بشن، و یک مشکل خیلی خیلی بزرگی برای کشور کانادا ایجاد کرده بود که به هر حال تعداد خیلی زیادی از پناهجویان بعد از گذشتن از کشور امریکا و استفاده کردن از این خلأ قانونی که بعد از اون توافق سال 2004 وجود داشته، از اون استفاده دارن میکنن و وارد کانادا میشن، و بالعکس بعضا از کانادا وارد امریکا میشدن، که این اخیرا خیلی کمتر مشاهده شده بود، بیشتر از کانادا از امریکا وارد کانادا میشدن. اون هم دلیلش روند طولانی رسیدگی به پرونده های پناهجویان در امریکاست و به هر حال شرایط بهتر مهاجرتی و پناهجویی در کانادا. و اخیراً این قرارداد رو به صورت یک قرارداد بین رؤسای جمهور دو کشور امضا شد که این در حقیقت خلأ قانونی که در قرارداد 2004 وجود داشت رو بتونن پوشش بدن و این خلأ قانونی رو ببندن. بنابراین من بعد اگر کسی چه از مرزهای قانونی و چه از مرزهای غیرقانونی وارد هر دو کشور بشه، با اون کشوری که ازش آمده برگردونده میشه و پناهندگیش در کشوری که بهش وارد شده رد میشه، و این در حقیقت جلوی ورود تعداد خیلی زیادی از مهاجرینی که از مرز مکزیک وارد امریکا میشن و تلاش میکنن که وارد خاک کانادا بشن رو خواهد گرفت. سپاسگزارم از شما شاهین فلاح، وکیل فدرال و ایالتی از واشنگتن همراه ما. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی، هنرمندان تحت فشارها و سانسورهای بیوقفه‌ای بودند. سال گذشته اما خیزش زن زندگی آزادی نقطه عطفی در رویه هنرمندان با جمهوری اسلامی بود. نازنین معمار نگاهی داشته به هنرمندان و واکنش‌های اعتراضی آنها به حکومت در چند ماه گذشته. نوروز امسال فقط بوی عیدی و بوی توپ نمی‌دهد. از این موهای افشان بوی انقلاب پراکنده است. در خیابان‌های ایران بوی دادخواهی آمیخته به امید پیچیده و بوی دلتنگی. سوگ سین هشتم سفره هفت سین خیلی ها شده. مقاومت مردم در بیش از 6 ماه گذشته در برابر سرکوب مرگبار حکومت به شکل‌های مختلف نمود پیدا کرده. یکی از نمادهای مقاومت مردم همان چیزی بود که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با آن سر جنگ داشت. یه مغزی که دنبال این رفت که موسیقی گوش بکند و عادت به این کرد، این مغز مریض میشد.
خاکم کنن، دوست ندارم گریه کنن سر مزار. موسیقی. همانطور که مجید رضا رهنورد معترض اعدام شده هم در آخرین وصیتش گفت، شادی کنن. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن. شروین حاجی پور از اولین هنرمندان تأثیرگذار در خیزش سراسری بود. خواننده ترانه برای را بازداشت کردند، اما هنرش به بند کشیدنی نبود. علم کردن پوستر زنان سرزمین من، نمک به زخم مردمی پاشید که هنوز از شوک کشته شدن نیکا و سارینا و دیگر جوانان و نوجوانان در نیامده بودند. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه‌هایی هستم که در این سرزمین کشته شدند. بسیاری از چهره‌های هنری یکی پس از دیگری به صف معترضان به حکومت پیوستند. کتایون ریاهی اولین هنرمندی بود که بدون حجاب با ایران اینترنشنال مصاحبه کرد و شبکه‌های اجتماعی پر شد از عکس چهره‌های سرشناس بدون حجاب اجباری. موزیسین‌ها هم بیکار ننشستند. سرودهای انقلاب یک به یک اضافه می‌شدند. و بزرگترین تحریم هماهنگ هنرمندان باعث شد صندلی‌های مهمترین جشنواره هنری حکومتی خالی بماند. آقا ما عزاداریم. ما الان موظفیم به عیادت دوستانمون در زندان‌های شما بریم. در چهار گوشه این کشور داریم جسد عزیزانمون رو خاک می‌کنیم. وقت نداریم برات برقصیم. دولت ابراهیم رئیسی با دعوت هنرمندان برای برگزاری کنسرت و شرکت در جشنواره فجر و توزیع بلیط‌های رایگان جشنواره تلاشش را برای عادی جلوه دادن وضعیت کرد. اما نه تنها فیلمسازان خارجی مثل برادران داردن به اکران فیلمشان در جشنواره فیلم فجر اعتراض کردند، که بسیاری از سینماگران داخلی از جمله باران کوثری، فرشته حسینی و علی مصفا هم گفتند از دیدن نام خود در این جشنواره ننگ دارند. این جایزه واقعیتش اینه که نمیتونست مال من باشه، به خاطر اینکه اگر میگه مقاومت مال شهدای ما بود، من فقط تصویر. و در نهایت این جشنواره در غیاب چهره‌های سرشناس و با حضور هنرمندان وابسته به حکومت برگزار شد. اگه خودتو به خواب زدی وقتی که خونا رو میریختن، گرفتار کسبتی وقتی جون جوونا رو میگیرن، اگه وسط باز... این جشن حکومتی در حالی برگزار میشد که بسیاری از جمله توماج صالحی در زندان و زیر شکنجه بودند. بهار می آید و ترانه های ممنوع بر زبان ها جاری است، اما برای جمهوری اسلامی این زمستان ادامه دارد. اکبر دیکتاتور! زمستانی که باید بدون هنرمندان سر کند. نازنین معمار، لندن. اکبر دیکتاتور! بالا گرفتن اعتراض‌ها در فرانسه باعث شد پادشاه بریتانیا سفر به آن کشور را به تعویق بیندازد. خشم معترضان از تصمیم دولت برای افزایش سن بازنشستگی از 62 به 64 سال است. در شهر بوردو در جنوب فرانسه ساختمان شهرداری به آتش کشیده شد. دولت گفت روز پنجشنبه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر فرانسه به خیابان‌ها آمدند، از جمله بیش از 100,000 نفر که در خیابان‌های پاریس حضور داشتند. نزدیک به 500 نفر در این اعتراض‌ها بازداشت و بیش از 400 مأمور پلیس زخمی شدند. اتحادیه‌های کارگری خواستار ادامه اعتراض‌ها در هفته آینده شدند. این روزها و همزمان با سفرهای نوروزی تصاویر متعددی دریافت کردیم از زنانی که با برداشتن حجاب اجباری در کنار مردان در طبیعت، میادین یا خیابان‌ها می‌رقصند. Thank you.
میگم. گالیکش در استان گلستان هم پس از نماز جمعه تجمع اعتراضی برگزار کردند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند. ببینیم تصاویرش رو. سردبیر خاورمیانه فاینانشال تایمز که به تازگی از ایران برگشته میگوید اولین چیزی که در تهران به چشم میآید زنانی هستند که حجاب ندارند. اندرو انگلند اشاره کرده در گذشته حتی زنان سکولار قانون حجاب اسلامی را رعایت می‌کردند، اما حالا کسی از آن پیروی نمی‌کند. سردبیر فاینانشال تایمز این اقدام را شکلی از نافرمانی مدنی توصیف کرده است. جمهوری اسلامی مقابله با زنانی را که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند شدت داده. در چند شهر آمران به معروف به آنهایی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند تذکر دادند. در یزد حتی فراتر رفتند. در باغ دولت آباد این شهر آمران به معروف با 3 نفر که از تذکر آنها به یک زن انتقاد کرده بودند درگیر شدند. ماموران انتظامی هم این 3 نفر را بازداشت کردند. اخیراً امامان جمعه شهرهای مختلف خواهان برخورد با بی‌حجابی شدند. شبنم آذر همکارم میگوید برخورد دولت رئیسی در مقایسه با دولت‌های قبلی در مورد حجاب سختگیرانه‌تر بوده است. امروز اتفاقی که افتاد که در چند شهر در واقع نه فقط در یزد آمران به معروف در واقع همون گشت ارشاد دوباره راه افتاده و مردم رو بهشون تذکر داده. بحث حجاب یکی از بحث‌هاست، از موضوعات دیگه‌ای که مردم تذکر گرفتن رقصیدن، شادی کردن، موسیقی پخش کردن و همینطور هم درباره بحث روزه‌خواری. به هر حال همه این جوانب رو با هم در نظر گرفتن برای اینکه این روزهای اول سال نو که مردم در واقع بعد از 6 ماه بسیار مشقتباری که پشت سر گذاشتن از نظر روحی، از نظر مالی، برخواستن که این روزها رو در واقع کمی به خودشون فضایی بدن که با آرامش برگردن، باز همین رو از مردم دریغ کردن. خب ما باید اینو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی قرار نیست که کوتاه بیاد تو بحث حجاب. بارها و بارها اینو اعلام کرده و ما نافرمانی مدنی گسترده ای رو هم از سوی مردم شاهد هستیم. در واقع در بسیاری از شهرها، رستوران ها، کافه ها، در بازارها
در حتی ساده ترین ویدیوهایی که حالا داره تو فضای مجازی منتشر میشه میبینیم که خانم ها یا بدون روسری، یعنی حتی روسری و شالی همراهشون نمیبرن، یا با شال افتاده که کاملا موهاشون مشخصه، یا با کلاه موهاشون رو پوشوندن. بخش زیادی از زنان جامعه و دختران جامعه الان به این شکل دارن مقاومت خودشون رو نشون میدن. یه نکته که باید بهش دقت بکنیم اینه که فشار بر زنان و بحث حجاب در دولت رئیسی نسبت به یکی دو دولت قبل تر از او به اوج خودش الان رسیده و در واقع همه اینها از شهریور شروع شد، از زمانی که مهسا امینی رو به قتل رسوندن و فکر کردن که مثل ماجرای اعدام‌ها که با اعدام‌های به شدت خشونت آمیز و بدون دلیل و بدون دادگاه‌های با قضایی میتونن که در واقع مردم رو به وحشت بندازن، با کشتن یک نفر هم میتونن زنان رو تو بحث حجاب در موقعیتی قرار بدن که عقب نشینی کنن. اما این اتفاق نه تنها نیفتاد، بلکه منجر به جنبش زن زندگی آزادی شد و در دولت رئیسی شخصی در ستاد امرئ معروف و نهی از منکر منصوب شد به عنوان دبیر این ستاد به اسم صالح هاشمی گلپایگانی. این یک شخصی است که در واقع در بسیاری از این طرح‌های برخوردهای خشونت‌آمیز در زمینه حجاب نقش موثری داشته. همین امروز هم یک نامه زده به مناطق آزاد و گفته که باید بحث حجاب رو جدی بگیرن و در اونجا افرادی رو مستقر کنن که با مردم مبارزه کنن. این شخص شخصی است که در واقع چند سال پیش هم یک سری جلساتی گذاشته بود، کلاس‌های چند همسری، یک انسان به شدت ضد زنه و نقش خیلی موثری در طول این مدت در زمینه برخورد با موضوع حجاب داشته. در اصفهان هم ماموران امر به معروف و پلیس با مسافران نوروزی که حجاب اجباری نداشتند در میدان نقش جهان درگیر شدند. ببینیم تصاویرش رو. ما الان تو میدان نقش جهان هستیم. یه سری خانمای چادری با ماسک بین مردم راه میرن و تذکر حجاب میدن. من دارم سعی میکنم ازشون فیلم بگیرم. تعدادشون زیاده، دخترای جوان هستن با ماسک و تنها. فقط خواهش میکنن که روسریاتون رو سرتون کنید و حجاب داشته باشید. کلات کرمی است. اون به خانمای چادری خط میده و به خانما تذکر حجاب میده. دارن با مردم دعوا میکنن. دائم تو سطح میدون به خاطر حجاب دعوا و بحثه. اما همه شواهد نشان می‌دهد که زنان مقاومت می‌کنند. این روزها تصاویر زیادی می‌بینیم از زنانی که در سفرهای نوروزی در کنار مردان در اماکن عمومی شادی می‌کنند. این تصاویر به پایان این بخش خبری هم می‌رسیم. همیشه خبرهای بیشتر روی وبسایت ما میتونید ببینید. iranintel.com آدرس وبسایت ما هست. به ما ایمیل بزنید. ایمیل ما با ما @iranintel.com برای ارسال
پیام‌های صوتی، تصویری یا نوشتاریتون 2044783000 و 7000 رو فراموش نکنید. در واتساپ، سیگنال و تلگرام از ساعت 10 شب مجدد با شما خواهم بود.